کدام عضو بدن بیشتر مرتکب گناه میشه؟ اولین عضوی که بیشترین گناه رو ممکنه مرتکب بشه و بعد گناهش به دیگر اعضا هم سرایت میکنه دل انسانه، یا به تعبیر روایات قلب انسانه. بر حسب نیت هاست؟ بر اثر اون تمایلی که دل انسان به سوی انحراف و گناه داره. وقتی که دل خاص چشم میبینه، وقتی دل خاص زبان حرف میزنه، وقتی دل خاص گوش میده. خلاصه این دله که انسان رو، چون قلبی که از اعضای رئیسه بدنه و فرمانده بدن هم هست و مؤثر در تمام اعضا و جوارح هم هست، بعد از قلب چشم یک منفذ خیلی مؤثری است در به انحراف کشوندن سایر اعضا و جوارح. چشم انسان وقتی که حالا چه زرق و برق دنیا را میبیند، چه ریاست دنیا را میبیند، چه ثروت دنیا را میبیند، چه شهوات دنیا را میبیند، اگر که کنترل نشه و به حرام بیفته، بعد این چشم باعث میشه که شما با زبونت حرف بزنی. یعنی چشم میبینه، دل میخواد، زبون شروع میکنه مقدمه چینی کردن، گوش هم که همزمان گوش میده، بعد دیگه میرسه به اون مراحلی که فرمود در اون لحظه‌ای که انسان مرتکب اون عمل زشت میشه، اصلا روح ایمان از او سلب میشه. یعنی در اون لحظه شما مؤمن نیستی. فإن تاب، اگر توبه کرد و استغفار کرد و واقعا پشیمون شد و توبه نصوح کرد، روح ایمان دو مرتبه به او برمیگرده. این وضعیت مؤمن و شیعه امیرالمؤمنین وقتی که مرتکب گناه میشه. گناه زبان، بله، باید هست. زبان رو بیشتر کنترل کرد. نه، من نظرم نسبت به یک نوع خاص از گناه بود که همین گناهانی است که خیلی ها مبتلان، یعنی گناهانی که منشأش شهوت انسانه، شروعش با چشمه. بله. و اون خواست دل هست که انسان رو به منجلاب و فساد میکشونه. اگر بخوام عموم گناهان رو بگیم، بله، زبان در بعضی از روایات داره که هر روز تمام اعضا و جوارح به زبان التماس میکنن، میگن اگر تو سالم بمانی ما سالم میمانیم، اگر تو آلوده بشی ما هم آلوده میشیم. این نسبت به عموم گناهانه، مثل غیبت و تهمت و سخنچینی و یا مقدماتی رو که انسان با زبانش برای انجام بعضی از گناهان دیگر فراهم میکنه. بله، اینجوری هست. سوال دیگه که چند مورد در این مضمون بوده، این که کسی که چندی مرتبه گناه میکنه و پشیمون میشه، استغفار میکنه، توبه میکنه، ولی دوباره تکرار میکنه اون گناه رو، آیا باز جایی برای توبه هست یا خیر؟ اتفاقا یک آیه است در قرآن، خدای متعال میفرماید ان الله یحب التوابین. تواب صیغه مبالغه است، به معنای کسی مثل بقال و عطار و نجار. نجار چون خیلی نجاری میکنه بهش میگن نجار، یا بقال چون هر روز شغلش بقالیه بهش میگن بقال. تواب هم به کسی گفته میشه که زیاد توبه و استغفار میکنه. منتها برای معنای این کلمه در این آیه دو تفسیر شده. یک تفسیر اینه که انسان نسبت به یک گناه هی توبه کنه، دو مرتبه مرتکب عمل زشت میشه، باز توبه میکنه، باز برمیگرده، باز توبه، این میشه تواب. یه معنا اینه که انسان یه بار گناه کرده، انسان به همون یه گناه اونقدر توبه و استغفار مکرر میکنه بلکه خدا او را ببخشد و بیامرزد. ولی به هر دو معنا انسان باید تواب باشه، یعنی هم نسبت به یک گناه توبه های مکرر داشته باشه، شاید خدا اون توبه قبلی منو قبول نکرده باشه، هم اگر گناهی کرد توبه کرد، دو مرتبه برگشت به گناه، توبه کرد، باز برگشت به گناه، این مایوس از رحمت خدا نباید بشه. اگر بخواد بگه من تا بال 10 بار 20 بار
مثلا رفتم جمکران، رفتم مشهد، رفتم کربلا، رفتم مکه، یا نیمه شب در خونه خودم با خدا پیمان بستم که دیگه گناه نکنم. 10 بار من توبه کردم، باز توبه شکستم، عهد بستم، عهدمو شکستم، پس دیگه من ول کنم. نه، این وسوسه شیطونه. شما 100 بارم که پیمان بستی و باز پیمان شکستی، توبه کردی، 2 مرتبه برگشتی به گناه، بار 101 باید برگردی به سوی خدا، باید توبه کنی و اونقدر عشق بریزی، التماس بکنی در خانه خدا که خدا این توفیق رو بهت بده که دیگه برای همیشه گناه رو ترک کنی.